چه خبره؟ اومدم بابا. چیکار داری پسر جون؟ اومدم آقا کمالو ببرم. خبر بدیه؟ آره، حسین آقا بعد از دلمی میره، میخواد وصیت کنه. آقا رفته حجره، خونه نیست. حجره رو بلدی؟ نه. ببین میری بازار، دهنه بازار از هر کی بپرسی نشونت میده. بدو. چش. الله اکبر، الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. چه خبر بچه؟ مادم آقا کماله ببرم. کجا؟ خونه حسین آقا بساز داره میمیره، میخواد وصیت کنه. باب یه دقیقه بشین تا نماز بابام تموم میشه. الان میاد. السلام علیکم یا ایها النبی و رحمت شده. اومدن دنبال شما. حسین آقا بزرگ اونی که ورشکست شده بود داره میمیره، واسه بریم بالا سرش تا وصیت کنه. اینم پسر همسایه شونه. کت منو بده. پس بعد راه افتاد. گوش کن احمد، من از اونور میرم خونه، تو هم بیا خونه، در حجرم ببند، بریم بزر جون. چشم. شفا لاش مرد بدجوری داره عذاب میکشه. بیچاره بنده خدا زنم نداره که بهش برسه. یا الله. خدا کمکش. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا شفاش بده. بفرمایید. بفرمایید. یا الله. آقا جان. چطوره؟ چی شده؟ آقا جان. چی حسن آقا؟ بگو. حرفتو بزن. چی میخوای بگی مؤمن؟ میدونم که زحمت تو دادم، میخوام وصیت کنم. ممنونم که من و دخترم تو این دنیا غیر از خدا و شما هیچ کس رو ندید. زحمت شد زحمتی نبود. آروم باش، آروم باش، توکل به خدا کن. بگو لا اله الا الله. بگو اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. چیزی ندارم که به کسی ببخشم. این چند صد تومانی از اینا از اون میخوام که بگیرین و سم خرج بدین. میخواستم برم زیارت خونه خود. خدا بزرگ مومن، به لطف و کرم حق امیدوار باش. لا اله الا الله. واسه جخترم هم پدر بودم هم مادر. پدر آب کنون آب بده من. بفرمی چیزی نیست، آروم باشین. صلوات بفرستین، صلوات بفرستین. لا محمد. از دیشب تا به حالش به هم خورد. خدا پدر آقا کمالو بیامرزه. دهنش چه مرد نازنین. خدا از بزرگی کمش نکنه. آروم باشین آقا کمال. دم آخره میخوام ازتون یه خواهشی بکنم. باید قول بدین که قبول بکنیم. بگو. بگو. قول میدم مومن. آقا کمال، دخترم رو شما میسپارم. قول بدین. قول بدین. یا
مسئولیت بزرگیه، همه قول بدم. باشه، چای دخترم. آقا کمال ممنونم. اگه دختره رو قبول نمی کرد چی به سرش می اومد؟ خدا عمرش بده. بگه لا لا الا الله اشهد ان لا اله الا الله باید تمومش کنیم. هرچی بیشتر اینجا بمونیم غم و غصه این دختر زیادتر میشه. زنه تشکر خوب کن بودیم دست این فقیر فقرا. چشم. مرگ حق دختر شوالا غم و آخرت باشه. لعلكم تتقون. خدا عمرتون بده آقا کمال. خدا سایتون از سر مردم محل کم نکنه. اگه شما نبودین کی براش؟ خدا بزرگه به همه بنداش کمک کنه. حسین آقا وصیت کرده بود براش خرج بکردم. خدا بیامرز خیلی دلش خواست. خودم خرج میدم. خدا رحمتش کنه. برو خانوم. رنگ غروبه. نباز تو قبرستون شگون نداره. ببینین آقا، این درسته که شما تو محل مورد احترامین و به درد دل مردم میرسین، اما این دلیل نمیشه که هر کاری از شما بخوان انجام بدین. باید حواستون به زندگی خودتونم باشه. اگه اینجوری بخواین پیش برین، فردا باید همه اهل محل رو بیارین تو این خونه. خدا بیامرز باید جوری ما رو گرفتار کرد. کار مشکلیه. بیچاره هیچکیو نداشت. خیلی ها هیشگی رو ندارن، اما این دلیل نمیشه که آدم خودشو تو درد سر بندازه. باید حواستون به حرفایی که ممکنه مردم بزنن باشه. وقتی آدم تو خونه‌اش یه جوون داره، باید حواسش به حرف مردم باشه. فردا ممکنه هزار جور حرف در بیارن، اونم این مردم که منتظرن واسه پسر پیغمبرم حرف در بیارن. آدم تو این دور و زمونه باید حواسش رو جمع کنه. اون روز و روزگارا گذشت که آدم‌ها دست همدیگر رو می‌گرفتن. به هر حال کاریه که شده، خدا خودش بزرگه. باید اتاق اون غیره بش بدین. دختر خوبیه.
خدا رو خوش نمیاد ویرونش کنین. به علاوه من قول دادم باید به قولم وفا کنم. هر جور که میل شماست آقا. اینجور چیزا مهم نیست، آدم باید به فکر عاقبتش بشه. دنیا رو هر جوری بگیری میگذره، رضای خدا شرطه. حرف مردم مهم نیست، من باید به قولم وفا کنم. میدونستم که میگیم بره تو اون اتاق، واسه همینم چراغ واسش آماده کردم. اون اتاق که برق نداره. زیاد معطلش نکن، داره شب میشه. احمد کجاست؟ لابد رو پشت بون داره با کفتراش برمیره. آخه یه کفتر تازه گرفته. صداش کن با هم اتاق اون غیر باز دختر رو آزاد کنیم. الان صداش میکنم. خدایا خودت آخر اوقات این کارو خیر کن. گلرخ جون انشالله که میبخشی. خدا ببخشه خانم، شما رو تو زحمت انداخته. چه زحمتی مادر. احمد، احمد کجای ننه؟ اینجام ننه اینجام. بیا پایین کارت دارم. اومدم اومدم. ای ناکس، اگه دستم بهت برسه غیر قیمت میکنم. اینشالله که غم آخرته گلرخ جون. خدا میدونه دنیا همینه، یکی میاد یکی میره، این چرخ دنیاست که باید بگرده. چیکار داشتی ننه؟ ننه جون برو تو زیر زمین اون رخت خوابو بردار ببر اتاق اونوری، اونجا اتاق گلرخ خانم میشه. منم برم واسه ات یه آینه بیارم. زن بدون آینه نمیتونه زندگی کنه. تو اون اتاق آینه نداریم. انشالله فردا همه چیز رو به راه میشه. آینه رو بگیر. دست شما درد نکنه. ننه باز چراغم برداری. ننه باز چادرتو با دندون بگیری اینجوری. میخواستین سلام کنیم بیام چراغ بیارم. به زحمت افتادین. انشالله تو این خونه بهتون بد نمیگذره. خدا عمرتون بده.
برباد کردم و بر تن خود بیداد کردم. الهی مگو که چه آورده ای که رسوا شویم و مپرس که چه کرده ای که شیدا شویم. بالا ها پیوست دلم دمد رضا تو زنه جان در تن من نفس برای تو زند. الهی گر بر سر خاک من گیا میگیرونید. تو مادر به خیر گذشت، تموم شد، برو تو. خدایا صد هزار مرتبه شکر. آقا کمال پیداش نیست خانم، مثل این که خیلی گرفتاره، کمتر میاد تکیه. تو حساب کتاب و حجرش کارش زیاد شده. این پارچهش خیلی خوبه خانم، مال ژاپنه، کم وارد میشه ولی خیلی با دبومه. نگاه کنه ارزونه. نه ازش خوشم نیمد. از این خوبه خانم؟ از اون بدین. از این؟ نه از اون. از این فرمید؟ بله قربون دستت، همون خوبه. اتا خدا سایه آقا کمال از سر این محل کم نکنه. اگه دختر مشتاسن بزرز قبول نمی کرد، دختر پاک ولین رو سرگردون می شود. پارچهش خیلی خوبه خانم، مطمئن باشه خیلی خوبه. بفرم این پارچه رو میخوام واسه اون، میخوام از عزادرش بیارم. آخه چهلومه باباش تموم شده، خوب نیست تو سیا بمونه. خدا اون رو عزتتون بده، حتما این پارچه رو میپسندی. خوبی خانم، هیچ جای دوری نمیره. از همین سمت بدیم. اطاعت انشالله مبارکه. سلامت. همین روزا آقا کمال دست دختره رو میذاره تو دست یه مرد حسابی و پدری رو در حقش تموم میکنه. بفرم انشالله مبارکه. خیلی ممنون. این پارچه رو بپش برای خانم. چشم مسترش مثل چند؟ عرض کردم خدمتون که مثل 5 تومن و 5 زار. چی داری میگی آقا؟ 4 تومن هم نمیارزه. ببین خوب نگاه، ارزون باش حساب کن مشتری خودمونه، باش مایه کاری حساب کن. همون متر 4 بسیار خوب، اینم 2 متر. پولش چقدر میشه؟ میشه 15 تومن خانم. با خیلی گرونه. ببین نداره پولش هم نه. خیلی خوب، پس بذاریم به حساب آقا کمال. اطاعت میشه. چشم بفرمایید دوستان. بفرمایید خانم، ایشالا مبارد. دست شما درد نکنه، من همه شما زیاد. خوش آمدید، خدا نگهدار.
شمع اندر نظر شد هفت مرد، نورشان می شد به سقف لاجورد. سلام خانم. سلام دختر جان. وای آدم از نفس می افته. آخ بازار رفتن آدمو از نا میندازه. وای فا مثل اینکه خیلی خسته شدی. آره دختر جان به زحمت افتادی مادر. این جمع جور کردن های تو منو یاد دوره دختری میندازه. چه زحمتی خانم، دوست دارم همه جا مرتب باشه. آدم تا جوونه حال و حوصله این کارا رو داره، اما وقتی پیر میشه نای این کارا رو نداره. میدونی واسه خاطر تو رفته بودم بازار. واسه خاطر من؟ ببین دخترم، تو باز این لباس سیاهی خالدار رو از تنت در بیاری. چهلوم اون خدا بیامرزم گذشت، تو باز از غم و غصه در بیاری. رفتم و واسه یه پارچه خریدم که بدی به منیر خانم همسایمون بدوزه. جوون نباید زیاد سیاه تنش کنه، شگون نداره. ببین قشنگه، خیلی خوشگله. مربون دستتون. دستون درد نکنه. همه جا رو مرتب کردی. دوست و آشناهایی که میان خونه ما عادت کردن این اتاق رو ریخته پاشیده ببینن. تو داری این خونه رو عوض میکنی. من خودمو به شما آقا کمال مدیون میدونم. این تنها کاریه که ازم برمیاد. آقا کمال این اتاقو خیلی دوست داره. اینجا همش سرش تو کتاب و دعاست. سالها پیش مدام سرش تو حساب و کتاب بازار بود، اما یه دفعه کارشو تو حجره کم کرد و شروع کرد به درس دادن بچه های مردم. تا چند وقت پیش خونه ما مدام پر از سر صدای بچه ها بود. حالا چرا نیست خانم جون؟ ترس اون دنیا دلشو پر کرده، حالا همش به فکر آخرته. آقا کمال مرد نازنینه. اگه آقا کمال نبود من ویلون سرگردون میشدم. اینجا هم از یعبه دری راحتم، هم از حرفای مردم. سلام دانی. عجب روزی بود، همش این برون بر بودم تا آشپزها رو پیدا کردم. بابام صابی گفت که باست به وصیت حسین آقا عمل کنیم و یه بساط خرج رو بندازیم. تو زحمت افتادی احمد آقا. روم سیا این حرفا چیه گلرو خانم؟ قرار شد فردا بیان و واسه پس فردا همه چی رو آماده کنن. احمد جون ننه بابات کجاست؟ نمیدونم ننه، هر جا بشه واسه نهار میاد. ننه جون پاشو یه سری بزن به اون زبون بسته های رو پشت بوم، از گشنگی و تشنگی مردم. میدونم ننه، اومدم یه نفس تازه کنم و برم سراغ اون زبون بسته. برو ننه جون، برو منم برم یه سری به غذا بزن. آقا ممکنه از را برسه. برم سراغ اون زبون بسته. وای کمرم.
سالا بود که بالا اومدن آفتاب رو ندیده بودن. این چپیه، شما که عروس صبح واسه نماز پا میشین پدر؟ آره، همه تو این همه سال هیچ وقت نخواستم صبحای به این قشنگی رو ببینم. حالا چطور یه دفعه به فکر صبح و این چیزا افتادین؟ لابد واسه همین هم رخت خوابتون از وسط پشت بوم آوردین جلوی پشت بوم. آره پدر؟ آره، ببین چه صبح قشنگیه. من هیچ وقت شما رو اینقدر سر حال ندیده بودم. آره خیلی سرحالم، انگار که یه دفعه چشمم به این همه زیبایی ها وا شده. گل و درخت تو حیات این خونه خیلی کمه، باید به حیات برسیم. تا فردا که قرار خرج بدیم گل اطلسی محمدی بخر بکار تو باغچه. خدا کنه همیشه همینطور سرحال باشیم پدر. گل محمدی، گل یاز، یک افترهای قشنگی بهشون آب و دونه نمیدی؟ الان میدم. قشنگه نه پدر؟ آره خیلی قشنگه، اگه آزاد باشن قشنگ کرم. پرنده تو آسمون قشنگه.
بابا زود باشین تا آفتاب پختیم. به به بوی روغن نباتیشم بلند شد. بگوش کشم قابلما بزرگتر ندارم چی زن منم اونجا داریم که رو خلوش واسش دارم. دیگه پیدا نشد. این دفعه پنجمه که داره میگیره. حواست جمع کن. اگه به خواست چهار دفعه میگیرن که به کسی نمیرسه آروم باشه. آقا اینقدر فشار من تعریف دارم شون شما خونه. سلام آقا. سلام به هر چند دفعه سلام میکنی؟ آقا جود باشه آقا کمال. من اقا ماتای نمو وگه نم مدهور میشه باشه منم همه میرسه. وقت نگی که به من نگفتی. بودو مادر مردم شلوغ کردن. بانوریان بره بذار این ظرف رو ببره خونه هم شیبه بله خواه بارتون برگرده بیا تو اصل نکن بانوریان بده آی احمد بله پدر غزا تو اتاق رو بروی بردی یا نه بطر هم خوب باش احمد آقا احمد آقا بابا خش کرده کش ندی بابا جبا جرگه روزه کشی جره خون احمد آقا بیا پایین بابا احمد آقا بیا این بر بابا آخ چون مثل نوبت ما شد من از خلشه میرم خدا رحمت بفرما پدر جا شلوغ نخوی یواش بابا بفرما خانم جون ما که از دست رفتی با یه سینی خوردی تازه از دست رفتی این شکم ساب برده که باید دیست پر نمیشه بابا الان میارم برا این نخوردم که قبل ما از این کوچکتر نداشتی؟ نه بابا تازه نه هم میگفت خیلی کوچیک. به عجب قیمه یه جان جان میمیرم واسه قیمه با اجازه با اجازه خدا کسی نبینه کسی نبینه این دنیای نای خدا رحمتش کنه آقا کمال با آقا انسانی تمام گذاشته با اجازه زینش هم بخور اگه وقت کردی بابا یواشتر مگه دنبال کردن آخه به تو شما این بابا به تو چه تو کلاهت یک تو هول نزنیده چه ته خیلی گشنه چه کنم آبجی بوش کلافم کرده آخ قربون دستت خانم جون ببین خانم جون پنج نام دوغ با یخ بده بکره که خبر کن احمد این دختره کجون داد این کرده نرد نباشین الان میاد حجا آقا نمیشه قیمه ما رو بدین بریم خدا حدا جوشتی بابا معاینش باش نگیم خدا رحمتش خب مثل اینکه خدا داره میسازه البته اگه بعضیا به ما سوء زن نبرن باید خوراکی یه هفته رو تامین کنم سر اون ساختمون 6-7 نفر کار میکنن باز غذا رو ببرم و به اونا بفروشم اینو داشته باش سینی دوم اتاقم دادم سینی سوم میرم بدم برو به کارت سر برو به کارت برس چشم پدر نه خیر تا به ما برسه شب ما این قیمه رو نخواستیم بابا ما خوش کن بیاری
وارلاها خودت به من رحم کن. خدایا از سر تقصیراتم بگذر. به در خانه تو آمدم، از تو تقاضای حق دارم. خدایا دیشب که شما رفته بودین نماز، حاج قاسم آقا اومده بود شما رو ببینه. حال درست حسابی نداشت. احمد نبود، من درو وا کردم. دست پاچه بود، اصرار داشت شما رو ببینه. چی کار داشت؟ نپرسیدی؟ نه، درست نبود بپرسم. اما رنگ به صورت نداشت، انگار چند شب نخوابیده بود. مردم یه چیزایی دربارش میگن. چه چیزایی؟ درست نمیدونم، اما انگار بعد جوری تو هچل افتاده. میگن حسابی از را به در شده. آج باسم آقا؟ آره، خدا میدونه که مردم راست میگن یا دروغ. نمیشه به حرف مردم اعتماد کرد. پرسر همه حرف میزنن، انگار کاری جز غیبت کردن ندارن. همینطور یه ریز دنبال هم لیچار میگن. دنیای وانفسای عجیبی شده، آدم به سایش هم نمیتونه اعتماد کنه. پاری وقتا خیال میکنم افتادم توی چا، هرچی فریاد میزنم، داد میزنم، نه داد رسی هست، نه فریاد رسی. ای داد. من فقط اینو میدونم که هیچ کس به فکر هیچ کس نیست، همه افتادن به جون هم. نگفت که بازم میاد یا نه؟ قاسم آقا رو میگی؟ نه، چیزی نگفت. احمد کجاست؟ نمیدونم، لابد رفته حجره. روغن نداریم، به احمد بگو که روغن بیاره خونه. حتما میگم بیاره.
چیلی ناراحتی هاج باسم؟ خبر بدیه؟ آره تو درد سر افتادم آقا کمال، اونم چه درد سر. بیا بسر این دوتا به پارچه رو ببر برسون به مشرعیم، بگو از این دونو داریم اگه خواهد وستش میفرستیم. خب چه گفتی تو درد سر افتادی؟ وحشی چهت شدی؟ ای کاش شده بودم، اینجور دردام میگذرن. از چه تمام؟ پای یه زن در میون. پای یه زن؟ یعنی چه؟ سردر نمیارم. بگو اینم چی شده مرد؟ آخر عمری عاشق زنی شدم که جای دخترم. عاشق شدی؟ عاشق؟ آره، این مصیبت از آسمون افتاد تو دومنم، بیچاره شدم، اومدم خدمت شما که یه رای پیش پام بزن. نمیدونم نمیدونم. برو زیارت، برو یه جایی که نتونی ببینیش. چه مصیبتی، باید این دل صاحب مرده را از سینه در آورد و انداخت بیرون. چی دارم میگم؟ لا 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 مصطفى لا ربیات بنا خدایا من آخر تو آقا کمال، رنگتون پریده، حالتون خوب نیست؟ ناراحتتون کردم؟ آره به وحشت افتادم، از عاقبت کار تو به وحشت افتادم. برو بیرون. استغفرالله ربی بات بله خدا نگم ارزاد ماشت سن خدا نه آمرزتت. خدا لعنتت کنه مشت سین، مشت سین کجا گذاشتی رفتی؟ چرا منو تو درد سر انداختی؟ خدایا من چه گناهی به درگاه تو کرده بودم؟ مرد پاشو پاشی ببین به چه روزی افتادم. خدا بیامرزد. لا لا الا لا. عرض کردم آقا کمال، با بچه‌مون نمیشه، میگن تقصیر زنمه. منم میخوام برم یه زن دیگه بگیرم تا شاید خدا بخواد صاحب اولاد بشم، اما این زن قبول نمیکنه. خودت میگی گوش کن خواهر، آدم باید تو زندگیش لا اله الا الله گفت خوش سرش داشته باشیم. آدم بی بچه انگار اصلا به دنیا نیومده. آقا کمال چطور راضی بشم یه حبون بیاره سرم؟ بچه که به دنیا بیاد اون وقت کسی پهلی سگ به من نمیذاره. به خدا نه، من اگه بچه باشم باشم خیلی بیشتر از سلاخ قول امید رو میکنم. آرام شربت قند چشم برده بیار خواهر، آدمی که
آدمی که نمیخواد بی اجازه تو دهن بگیره نمیذاره تو ناراحت بشی بذاره زن بگیره. آقا کمال، ما از این چیزا زیاد دیدیم، اولش میگن بعدم دبارو کردم. ما اومدیم پلو آقا کمال که از بزرگیشو استفاده کنیم. تو خودت گفتی بره پیش آقا کمال مشوره. آقا همه جلب کنین برین. بیچاره من خیلی صورتش نمونده. نگاه کن اصلا این وقت این دنیا نیست. چه فرق پدر حال تو خوب نیست؟ این گناه نجات بده خدا خدا منو بکش منو بکش. پدر شما چتون شده؟ مردم رو ترسوندین، همه خیال کردن دیوانه شدیم زدن به کوچه. روزه حرفه چی دلشون میخواد بکنن. خسته شدم از خودم از دیگرون، خسته شدم، میخوام آرام باشم. چیزتون شده پدر؟ چیزیم نیست، فقط خسته شدم، دیگه نمیخوام مردم ببینم. اونا چشم امیدشون به شماست پدر. چه امیدی؟ من خودم از خودم قطع امید کردم. خدای فکر دیگه ای بکنن. تا هنوز معنی زله شدن نمیفهمی. زله شدم، زله شدم. دهنم بذار. Oh.
مریض غم و درد
خدا مرگم بده. کته آقا، کته چی شد آقا؟ بریم زیارت. ها؟ بریم زیارت. وای خدا، چی شده؟ بریم زیارت آقا. آقا بریم زیارت. وای خدا، چی کار کنم آقا؟ بریم زیارت آقا. آقا بریم زیارت. گوش کن احمد، تو این چند روزه مواظب حجره باش، قرار جنس بیارم. 500 تومن بده مشتریم، ازش عوض بخواد که دیر شده. چشم بدار، خیالتون راحت بشه. کاش که میذاشتی منم باهات بیام، میترسم تنهایی حالت بدتر بشه. نه بابا، خونه رو نمیشه تنها گذاشت. خب باز برم سواشم، مواظب گروخ باشی. رو امید خدا. مسافرین سوار شن، یالا تونتر تونتر سوار شین آقایون، سوار شین. بفرمایید. بابا مثلا حالش خوب نیست، دلم میخواست منم میتونستم باش برم. کاش میذاش باهاش بریم، منم ناراحتم. محمدیاش صلوات بلند خط کنن. نگهدار! چی شد؟ چتون آقا؟ من نمیتونم برم زیارت. چی شده؟ حالم خوش نیست آقا. نمیتونم برم. راه بیافتیم بریم خونه. نمیتونم نفس بکشم. راه بیافتیم بریم. لا اله الا الله. بکنم میترسم، دلم میخواد عشبه بیام میلرزم، دلم میخواد آینه منو ببینه، ببینه که من مرمر دارم نسیمه، ببینه که ناز گل و گردن من، ببینه حریر پوست این تن من، ببینه که لپام سرخ و مثل سیبه، ببینه زماچ و بوس بی نصیبه. آینه ی سر نگردار، از همه چی خبردار، سر منو تو سینت واسه همیشه نگردار. نگاه بکن زلف دوتام و آینه، نگاه بکن چشم سیام و آینه، نگاه بکن سرخی این لبام و، نگاه بکن ساق پاهام و آینه، نگاه بکن چه ناز قد و بالا، نگاه بکن که شرم توی چشما، نگاه بکن دل تو دلم میلرزه، صورت چون برگ گلم میلرزه. وای وای، یکی نیاد در بزنه، در و بلنگر بزنه، اون وقت بره جار بزنه، جار سر بازار بزنه. برای من که معصومم، دختر پاک خوشنومم، حرفای بد در بیاره، صد تا دروغ روش بذاره. آینه ی سر نگردار، از همه چی خبردار، سر منو تو سینم واسه همیشه نگردار. Oh, my God.
لباس سفید میپوشتم و تو حیات خونه رو چراغونی میکنیم، به در و دیوار غالیچه میزنیم، بچه های محل کوچه رو پر از چراغای پای بلند میکنن. چه قشنگی. آره دلم میخواد 10 تا بچه داشته باشم. 10 تا؟ آره بابا همیشه میگه باز نواهای زیادی داشته باشم. به بابا میگم تو رو واسم عقد کنه. عروسی این خونه میشی. من یه زن میشم، یه مادر. Thank you.
کرم و بزرگوارید به عظمت و جلالت قسم میدم منو ببخش ببخش یا باب الحوائج ببخش الهی تو دریای رحمتی ناامیدم مکن ببخش ببخش الهی این بنده ناچیز رو از خودت دور نکن پناهم بده من شرمنده و گناهکارم جانم را بگیر شاهد این همه گناه باشه خدا بیامرز طاقت نداشت این همه بی‌حرمتی رو ببینه تحمل نداشت دنیای وانفسایی نمیتونست این دنیای کثیف رو تحمل کنه نمیتونست شروع آسمون روشنگه